و در اثنای وصایت پسر خیش امیرالمومنین مهدی را رضی الله عنهما می گفت یا بنی الاخر، معنی چنین باشد که ای پسر، نعمت بر لشکر فراخ مکن که از تو بی نیاز شوند، و کار هم تنگ مگیر که برمن، عطایی به رسم میده در حد اقتصاد، و من این نیکو بی تنگ خویی میفرمان، عرصه امید بر ایشان فراخ میدار و عنان عطا تنگ میگیر. و همیشه میگفتی که الخوف و امر الاخر، معنی چنین باشد که ترس و بیم کاری است که هیچ کس را استقامتی نتواند بود بی او. حالا سه حالشو میشماره: یا دینداری بود که از عذاب بترسد، یا کریمی که از آر باک دارد، یعنی آدم شریفی که از رسوایی میترسه، یا عاقلی که از عواقب غفلت پرهیز کند. روزی ربیع را گفت، این ربیع پدر فضل، ربیع کوتاه بگم قصهش توی تاریخ طبری بسیار جذابه، این ظاهرا هم وزیر آخرین خلفای بنی امیه بوده و هم وزیر صفا و منصور، معروف به لقیط بوده به معنای سر راهی. خیلی هم قصه های اینجوری در موردش هست که در کودکی به بردگی فروخته شده، بعضی ها میگن غلام عثمان بوده یا عمر خریده به عثمان هدیه داده، بعضی ها میگن مادرش کنیز بوده، و به نظر میاد همه این داستان ها ساخته شده یا پرداخته شده که نشون بده علت مشکل فضل ابن ربیع با خاندان های نامداری مثل برامکه چی بوده. در واقع نامداری خاندان نمیپسندیده. به هر حال روزی ربیع را گفت ارن ناس الاخر، معنی چنین باشد که من میبینم مردمان را که مرا به بخل منسوب میکنند، من بخیل نیستم، لکن همگنان را، همگان را بنده درم و دینار میبینم، آن را از ایشان باز میدارم تا مرا از برای آن خدمت کنند. و راست گفته است آن حکیم که سگ را گرسنه دار تا از پی تو دود، یا به روایتی سگ را گرسنه دار تا بر اثر تو پوید. روزی او را گفتند فلان مقدم فرمان یافت، یکی از بزرگان مرد و از او ضیاع بسیار مانده است و فرزندان او به درجه استقلال نرسیدند، اگر مثال باشد تا عمال بعضی در تصرف گیرند و در قبض آرند، دیوان را توفیری تمام باشد. عمال که مشخصه، منتها ده خدا میگه مشخصا جزء کلماتیه که معنای دیوانی داره به معنای کارگزار مالیاتی، در قبض آوردن هم که تملکه، و توفیر رو هم بگم بجز این معنایی که اینجا میده و خب مشخصه هم هنوز هم این معنیه رو استفاده میکنیم، مینوی میگه که جزء اصطلاحات دیوانیه به معنای بیشتر شدن موجودی دیوان. جواب داد منصور، جواب داد من لم الاخر، معنی چنین باشد که هر که را خلافت روی زمین سیر نگرداند، از ضیاع یتیمان هم سیر نگرداند. سیر نگرداند. بسیار عالی. علی بگو. این توفی رو توی چیز مفصل داشتیم، تو بیهقی مفصل داشتیم. بله. بله. به همین معنی صرفه‌جویی توی دیوان. من ببخشید این کارو میکنم، ولی پیش فرض میگیرم که شاید یکی دو نفر نخونده باشن بهقی. نه کار خوبی میکنی. آره. اون احمد حسن خیلی این کارو بود. نه بابا احمد حسن نه، اونی که چیز شد رئیس دیوان عرض شد کی بود؟ قبل از بوسر. بله. ببخشت من مشکل حافظه. اسم خاص گفتی یاد نمیاد. آره اسم خاص اصلا یادم نمیاد. یادداشت میکنم اونایی که باید بگم. و مناقب این پادشاه را ببخشید. مرسی. نه همون خواستم بگم که علی گفت. مرسی. همون تکراری شد. بله. مرسی ازتون. و مناقب این پادشاه را نهایت نیست. و تواریخ متقدمان به ذکر آن ناطق است، علل خصوص قررسیر ثعالبی رحمه الله، که ظاهرا
لزومن نویسندهش طالبی نیست، واقعا اختلاف نظرش کلی مقاله در این مورد هست، بر تفصیل آن مشتمل است و آنچه از جهت وی در تأسیس خلافت و تأکید ملک، استحکام ملک و دولت تقدیم افتاد، یعنی انجام شد، ارکان و حدود را به ثبات حزب و نفاذ از چنان استوار و مستحکم گردانی که 400 سال بگذشت و گردش چرخ و حوادث ده قواعد آن را واهی نتوانست کرد، نتونست سستش کنه و خللی به اوساط و ازناب آن راه نتوانست داد. در وهله اول طبیعتاً به نظر میرسه این اوساط و ازناب شاید ربطی به طبقات متوسط و پایین داشته باشه، ولی عجیبه دیگه، چون باید منطقاً اون وقت از نواسی قوم هم اسمی ببره که خب اونا چی؟ این وسط مینوی گفته منظور اواسط و اواخر خلافت عباسیه که به نظر منطقی نمیاد. به نظرم در ادامهش میشه توضیحش رو فهمید، همون معنی اطراف و حواشی رو میده. در تصحیح دیگه هم اساساً به این صورت نوشته شده که خللی به اوساط و ازناب و اطراف و حواشی آن راه نتوانست داد و هر بنا که بر قاعده عدل و احسان قرار گیرد و اطراف و حواشی آن به نصرت دین حق و رعایت منازم خلق مؤکد شود، اگر تقلب احوال را در وی اثری ظاهر نگردد و دست زمانه از ساحت سعادت آن قاصر باشد، بدی ننماید. عجیب نیست اینقدر از فضایل این پادشاه رضی الله عنه تقریر افتاد و اکنون روی به غرض نهاده آید. حالا بریم سر وقت اصل مطلب. درباره منازم هم عرض کنم خدمتتون که مینوی تو پانویسش میگه جمع منظم و نظم یعنی جریان و پیشرفت مرتب امور. در فرهنگ ده خدام همینو باز تعریف کرده، این همینو دوباره از قول مینوی به عنوان تعریف منازم نوشته که منطقی هم به نظر میرسه. و در جمله مراد از مساق این حدیث آن بود. مساق حدیث یا مساق سخن به معنای راندن سخنه، مساق سوق راندن داریم دیگه، مساق سخن چون بدین جا رسید ز در ناگهان پیر دانا رسید. منتها به معنای راندن که باشه منطقا معنی راندن قلم هم میده و معنی نوشتن هم میده. و در جمله مراد از مساق این حدیث آن بود که چنین پادشاهی بدین کتاب رغبت نمود و چون ملک خراسان به امیر سدید ابوالحسن نصر ابن احمد سامانی تقمده الله به رحمته، ای پوشی کنه اونو خدا با رحمتش، تقمد یعنی پوشوندن، رسید، رودکی شاعر را مثال داد تا آن را در نظم آورد. این نصر ابن احمد همون پادشاهیه که استاد بهتر میدونن، هم رودکی و هم شهید و هم رابعه و اینا از سفره این میخوردن و خودش هم نویسنده و به هر حال شاعر ظاهرم بوده. رودکی شاعر را مثال داد تا آن را در نظم آورد که میل طبع ها به سخن منظوم بیش باشد. و آن پادشاه رضوان الله علیه از ملوک آل سامان به مزید بسطت مخصوص بود، وسعت ملکش بیشتر بود و در نوبت او کرمان و گرگان و طبرستان و تا حدود ری و سپاهان در خطه ملک سامانیان افسود و 30 سال مدت یافت و انواع تمتع و برخورداری بدان پیوست. و اگر شمتی از احوال او ادراج کرده شود دراز گردد درچ. و این کتاب را نیک عزیز شمردی و بر مطالعت آن مواظبت نمود. و دابشلیم رای هند، راجع هند که این جمع به فرمان او کرده اند و بیدپای برهمن، همون که در اسم کتاب داستانهای بیدپای میشنویم که مصنف اصل است، او بوده است، سمت پادشاهی داشته است و بدین کتاب کمال خرد و حصافت او میتوان شنا. در باره دابشلیم هم عرض کنم دیگه، ظاهرن همونیه که در این در قصه دست کم همونیه که بیدپا در زمانش کلیله رو نوشته. علی‌الظاهر هم آدمی که در اشعار میگن
همزمان انوشیروان بوده و قصه نرد و شطرنج در این دوره اتفاق افتاده. خاقانی که از یکی از این اسپهبدان یه سله‌ای میگیره به دابشلیم در واقع تشبیه میکنه. شعر قشنگی هم است، قصیده زیبایی. و آن جادوی ها که بید پای برهمن کرده است در فراهم آوردن این مجموع و تلفیقات نغز عجیب و وضعهای نادر غریب که او را اتفاق افتاده است از آن ظاهرتر است که هیچ تکلف را در ترکیب آن مجال وضعی تواند بود. چه هر که از خرد بهره ای دارد فضیلت آن بر وی پوشیده نگردد و آن که از جمال عقل محجوب است خود به نزدیک اهل بیند کور نطق عیسی چگونه داند کرد. و اگر در تقریر محاسن این کتاب مجلدات پرداخته شود هنوز حق آن به واجبی گزارده نیاید یا به واجبی گزارده نیاید. لکن ابرام از همه حد بگذشت. کمک بفرمایید، ابرام یعنی چی اینجا؟ معنی پافشاری نمیده؟ اصرار زیاد که ترجمه کنن. آخه یه بعد این نمیدونم، بفرمه. بفرمه. بیوتی سومایی بلخ. میخواستم بگم که توی عالم حقوق ابرام معنی تاییدم میده، ابرام رأی معنی تاییدم اونجا میده. من حالا جستجو نکردم، فقط اونجا از اون زمینه بود. ممنون. ببخشید اونجا هم به معنی در واقع یعنی روی همون رأی قبلی پافشاری کردن دیگه ها؟ میتونه با بله. معنی تکنیکیه دقیقا. بله مرسی. اینجا یعنی دیگه بس دیگه، من در اندازه کافی گفتم فکر کنم. نه منم تصورم همچین چیزیه، ولی تو معنی آیه ابرام علی گفت خیلی اصرار رو کلمه داری. ببخشید گفتم شما شاید بتونید سریعتر منو به نتیجه برسونید. من نسخه قریب دارم دستم، اصلا جواب نداره. آره یه ذره قریب متفاوته دیگه، زیاد بعضی جا متفاوته. بخونیم بریم معنی شد. بله چشم. لکن ابرام از همه حد بگذشت و از آن موضع که به ذکر نوشروان رسیده آمده است تا اینجا سراسر حشو است، منطقا به گمان خودش حشو ملی، و با سیاقت کتاب البته مناسبتی ندارد، اما غرض آن بود تا شناخته گردد که حکمت همیشه عزیز بوده است، خواسته به نزدیک ملوک و اعیان یعنی بزرگان، و الحق اگر در آن سعی پیوسته آید و معونتی تحمل کرده شود زاویه و بی ثمرت نمانده است. ببخشید من نفهمیدم چی شد. تا اون ذکر نوشروان تا کجا؟ میگه از ذکر نوشروان تا اینجا هرچی گفتم حشوه و با طریق کتاب مناسبتی نداره. هدفم این بود که بگم حکمت همیشه عزیز بوده. این کتاب رو از اون زمان همه عزیز شمردن که منم دارم ترجمهش میکنم. از اون موزه که به ذکر نوشروان است، اصلا اونجای متن که گفت نمیدونم خفف الله و بلا بلا بلا. آره آفرین آره. دستان جان بفهمید. اون ابرام من یادم حالا یا تو تخبه حقیق یا تو همین کله بود یه مبرم داشتیم به معنای بیمزدگی بود، یعنی آدمی که دیگران رو به سطوح میاره، معلول میکنه با بیمزدگیش. حالا اینجا ابرام از حد بگذشت و منظورش هشت و اینا، منظورش حد همین بیمزدگویی و زیاد حرف زدنه که دیگران رو معلول میکنه. این بیشتر میخوره. بله جالب است. ممنون ازتون. اینم بگم سری که معونت یا معونت تو بیهقی دیدید معنی لوازم جنگ و لوازم زندگی و اینا میده، توی کلیله هم همه این معانی میده، معنی نفقه هم میده، ولی به وفور در معنایی که اینجا به کار رفته قبلا هم یه بار دیدیم به معنی رنج و تعب به کار میده. این بیشترین کاربرد معونت توی کلیله. و معونتی تحمل کرده شود زاویع و بی ثمرت نمانده است، زیرا که معرفت قوانین سیاست در جهانداری اصل معتبر است
و بقای ذکر بر امتداد روزگار ذخیرتی نفیس و به هر بها که خریده شود رایگان نماید. همون روشی که آقای نظامی داشت پیش می برد که پول خوب بگیره، این داره کار میکنه. و این کتاب را پس از ترجمه ابن المقفع و نظم رودکی ترجمه ها کردن و هر کس در میدان بیان بر اندازه مجال خود قدمی گذاردن، لیکن می نماید که مراد ایشان تقریر ثمر و تحریر حکایت بوده است. اسمار داشتیم، ثمر دیگه حکایت. این یکی از فرمهای تکراری کلیله است دیگه در ترجمه مینوی، اینکه عبارتهایی عیناً مترادف هم میاد که خودش حالا بعداً اسم میاره، واسهش میرسیم. در تقریر ثمر، مراد ایشان تقریر ثمر و تحریر حکایت بوده است، نه تفهیم حکمت و موعظه. ببخشید شما، این قاعده مینوی نیست، قاعده حمید بازداره. یعنی اولین بار جهانگشا اینو کشف کرد و ما ازش استفاده میکردیم. جهانگشا خیلی استفاده اینجوریه. آره دیگه، اصلا توی بازه 130-140 ساله این نثرای متکلف شما استادید. نه بابا خیلی زیاده. آره، نه هر وقت یه کلمه عجیب میآورد، آره بعدش مثلا یه کلمه عادی قبلش بود، اینم همونه، منتها حالا اینم آورده. حالا نکته همینه، همین رسته. این نکته اینه که یه جاهایی معنی کلمه ها رو توی اینجور کتاب ها اصلا از همین راه میشه فهمید. دقیقا. و خیلی عجیبه که ده خدا که تایید میکنن همه اساتید زنده که بی نظیر اون جاهایی که خودش نوت برداشته بهترین معنی ها رو یافته، بعضی از اینا از زیر دستش در رفته. آره خسته شده بوده دیگه. از دریغ‌های ادبیات فارسی همین از دست رفتن کلیلودمنه منظوم رودکیه. خیلی واقعا دریغ بزرگیه. چطور شده؟ چطور شده شعرهای رودکی این همه از بین رفته؟ شاعر به خوبی. تو این سوال که سوال خوبی این که چرا تو مثلا بیتویت رو از جای دیگه نداریم؟ چرا تو متون بعد از خودش حداقل یه سری از ادبیاتش رو نداریم؟ همه اولش هست. یه بیتش هست. آره. بله. فکر میکنم علت این که، یعنی در واقع من تصورم صدات میرسه ما، که چقدر ابیات ازش زیاد بوده، چون همه این هول و هزار بیت توی متون دیگرانه دیگه. شما ببینید از شهید مثلا چقدر داریم، مگه از رابعه چقدر داریم. این دوره انگار هیچی نمونده ازش، یعنی یک به یک صدم رسیده. دوره خیلی قدیمی بوده دیگه. آره، ولی این شعرهایی که از رودکی بود چیزه واقعا مثل آب روان انقدر که واقعا واقعا بفهمید. نه ابوالفضل از یه لینک گنجو رو فرستاد. این ابیات به جامونده از رودکیه در مورد کلیلودمنه و سندباد بیش از 20 تا است فکر کنم، 100 خورده ای بیت مونده. دست شما درد نکنه، مرسی. بریم بفهمم. عرض میکنم چه سخن نی کجا بودیم، لکن می نماید که مراد ایشان تقریر ثمر و تحریر حکایت بزر. چه سخن نیک مبتر راندند ابتر و بر ایراد قصه اختصار نمودند. عملا داره نحوه ترجمهش رو توضیح میده اینجا. و در جمله چون رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی قاصر گشته است و آن حکم و مواعظ مهجور مانده بود، بلکه مدروس شده مندرس، اینجا به معنای بیرونق، بر خاطر گذشت که آن را ترجمه کرده آید و در بست سخن و کشف اشارات آن اشباعی رود و آن را به آیات و اخبار و ابیات و امثال مؤکد گردانیده شود. این را با مصدر شدن هم باز جزء نشد. کتاب را که زبده چند هزار سال است احیایی باشد و مردمان از فواید و منافع آن محروم نمانند. و هم بر این نمط افتتاح کرده شد و شرایط سخنارایی در تضمین امثال و تلفیق ابیات و شرح رموز و اشارات تقدیم نموده آمد و ترجمه و تشبیب آن کرده شد. تشبیب اینجا باز به همون طریق
چیز معنی مقدمه و دیباچه میده. دیباچه همین که میخونی تشبیه بشه دیگه. آره دیگه، یعنی دیباچه نوشتم برش. تشبیه میدونید اون نخستین ابیات قصیده است که قبل از شروع متن میاد. اینقدر این اهمیت داره توی قصیده که عرب برای قصیده بی تشبیب اسم مثلا مشخص دارن. و یک باب که بر ذکر برزویه طبیب مقصور است و به بزرجمهر منصوب، هرچه موجزتر پرداخته شد چه بنای آن بر حکایت است. حالا اینو باید البته با اصلش مقایسه کرد که فهمید علتش بنای آن بر حکایت است یا علت اندیشه های این حکایت این بخش. و هر معنی که از پیرایه سیاست کلی و حلیت حکمت اصلی عاطل باشد، یعنی از زیور حکمت اصلی خالی باشه، اگر کسی خواهد که به لباس عاریتی آن را بیاراید به هیچ تکلف جمال نگیرد. و هرگاه که بر ناقدان حکیم و مبرزان استاد او التفات ننمایند و هر آینه در معرض فضیحت افتد و آن اتناب و مبالغت مقرون به لطافت مباردت از داستان شیر و گاو آقا داستان علم و حکمت بر خوانندگان این کتاب از آنجا گشاده شود. این مبارزته که گفتم، سبکی که گفتم، این همین مبارزته. مبارزت همین کاریه که ایشون داره میکنه. آها، همین که چیز تکرار میکنه. میگم در ضمن موضوعت هم یه خورده درش تجدید نظر باز بکنی بعد نیست چون صدات باز دوره علی بگو. اونجا که میگه که شرایط سخن آرایی چیز شود پرداخت، خلاصه چی شود؟ فعلش چیه؟ تقدیم نموده شود. نشون بده. این خیلی جالبه، یعنی اون موقع زمان نصر الله منشی دیگه سخن آرایی تو زبان فارسی یه چیز جا افتاده ای بوده. کسی یه متن خوب میخواسته بنویسه میدونسته که چی مثلا باید بهش اضافه کنه، آقا مثلا باید تشبیه داشته باشه، باید آیه بیاری، نمیدونم ضرب المثل بیاری، شعر بیاری توش. این جالبه، یعنی مثلا به هر حال یه نثر فارسی یه چیز جا افتاده ای بوده، این میخواد یه ترجمه جدید بده توی این قالبی که پسندیده هم هست بین اهل ادب که شرایط لازم رو امضا کرده باشه. بله. نرشاد بگو. جایی هم که گفته بود این کتاب رو که زبده چند هزار سال است احیایی باشد، غریب گفته که این کتاب را که مرده چند هزار سال است احیایی باشد، که به نظرم خیلی منطقی تره. میتونه باشه. بله. مرده؟ البته مرده نبوده ها، زنده بوده. احیا میخوره که مرده یک احیا بشه. اونم به خاطر احیا مرده گذاشته. مطمئنم نیستیم که به آتون چند هزار سال زنده بوده باشه. چرا مطمئنیم دیگه؟ رودکی گفته دیگه، رودکی گفته، ابن مقفع ترجمه کرده، برزوی طبیب ترجمه کرده، اصلا مرده نبوده. اصلا ببین اون اسکافی تو شعرش مگه نمیگفت؟ میگفت مگه تو کلیله دمنه رو 10 بار نخوندی؟ یعنی متن ابن مقفع یا رودکی خب خیلی رایج بوده بین اهل ادب، قدیمی شده. ولی اصلا بر خود همین متنی که میخونیم داریم میگیم، حالا اطلاعات جانبی که اصلا به کنار. این چیزم اینم نسترن اون دفعه اشاره کرد دیگه، اینکه چون رغبت مردمان از مطالعات کتب تازی قاصر گشته است، اینکه آیه ها هم ترجمه میکنه، متن عربی هم ترجمه میکنه، سواد عربی مردم هم کشته بوده. بله. علی داشت صحبت میکرد، من یه چیزی اولوش 3-4 ثانیه صداش رفت واسم، این احتمالاً چون چسبیدم من الان به مودم، ممکنه که مشکل از اینترنت باشه، اگر اذیت کرد باز بگید قطع کنم. قابل قبوله، گاهی یه کلمه میپره. به هر حال من چسبیدم به مودمم، به خدا بغلش کردم. توی مودم. بله. من توی مودم. عرض شد که و چون بعضی پرداخته گشت ذکر آن به سمع مبارک اعلای قاهری شاهنشاهی اسمعه الله المسار رول مهاب رسید. مسار یعنی مسرت ها. و جزوی چند به عز تأمل عالی مشرف شد. یه
چند بخشی که نوشته بودم به شرف حضور رسید. از آنجا که کمال سخنشناسی و تمییز پادشاهانه است، آن را پسندیده داشت و شرف احماد و ارتضاء ارزانی فرمود، تحسین کرد و ابراز رضایت کرد و مثالی رسانیدند مبنی بر ابواب کرامت و تمنیت، اینجا یعنی پاداش دادن، و مقصور بر انواع بند پروری و عاطفت، که هم بر این سیاقت بباید پرداخت و دیباجه را به القاب مجلس ما مترز گردانید، تراز زینت مترز مزین، و این بنده را بدان قوت دل و استظهار خوشگرمی و سروری و افتخار حاصل آمد و با دهشت هرچه تمامتر در این خدمت خوز نموده شد. یحتمل اینجا دهشت معنای حیرت میده که بندگان را از امتثال فرمان چاره نباشد و الا جهانیان را مقرر است که بدیهه رای و اول فکرت شاهنشاه دنیا فلان نمودار عقل کل و راهبر روح قدس است. نه از تأمل اشارات و تجارب این کتاب خاطر انور قاهری را تشهیزی صورت توان کرد، یعنی روشن میشه مثلا ذهنش، تشهیز معنی جلا دادن و تیز کردن و اینا میده واسه شمشیر، بیحتمل اینجا معنی روشن شدن و تیز شدن ذهن، و نه از مطالعت این عبارات الفاظ دررفشان شاهنشاهی را مددی تواند بود. تحفه چگونه آرم نزدیک تو سخن، آب حیات تحفه کی آرد به سوی جان، گل را چه گرد خیزد از ده گلاب زن، مه را چه ورق بندد از صد چراغ دان. ورق معنی فروغ میده، گلاب زن یعنی گلاب پاش، گرد اینجا معنی نفع میده. در شاهنامه داریم که تا این زمان هر چه رفت از نبرد، به کام دل ما همی گشت گرد. اما بدین مثال این بنده و بندزاده را تشریفی هرچه بزرگتر و تربیتی هرچه تمامتر بود و مباهات و مفاخرت هرچه وافرتر افزود و ثواب آن روزگار همایون اعلا را مدخر گشت، اندوخته شد. و نیز اگر ملوک گذشته که نام ایشان در مقدمه این فصل آورده شده است از این نوع توفیقی یافتند و سخنان حکما را عزیز داشت، این تنوع زمان در واقع اول شخص و چی میگن جمع و مفرد کردن هم باز جزء نشانه هاست، و سخنان حکما را عزیز داشت تا ذکر ایشان از آن جهت بر وجه روزگار باقی ماند، امروز که زمانه در طاعت و فلک در متابعت رای و رایت خداوند عالم، سلطان عادل اعظم، شاهنشاه بنی آدم، ولی و نعم، مالک و رقاب الامم، اعلی الله و فلان آمده است و انام داری به عدل و رحمت و بعث و سیاست ملکان سپرده و مزیت و رجحان این پادشاه دیندار در مکارم خاندان مبارک و فضایل ذات بی نظیر بر پادشاهان عصر و ملوک دهر ماضی و باقی از آن ظاهرتر است که بندگان را در آن به اتناب و اصحابی حاجت افتد. اصحاب همون اتنابه، عرض شد که دیگه چی باید میگفتم، آها، مالک رقابم که یعنی صاحب گردنها، اصطلاح ایهامی استعاری به معنای صاحب اختیار. در صد هزار قرن سپهر پیاده رو، نارد چونو سوار یا سوار به میدان روزگار. همین مثال داد و اسم و سیت نوبت میمون که روز بازار فضل و براعت است بر امتداد ایام معبد و مخلد گردانی، باز مواردت جاوید گردانی. ایزد تبارک و تعالی نهایت همت ملوک عالم را مطلع دولت و تشبیب اقبال، این از اینجا گفتم مشخص میشه که دیباچه است، شروع ملوک عالم را مطلع دولت و تشبیب اقبال و سعادت این پادشاه بنده پرور کناد و انواع تمتع و برخورداری از موسم جوانی و ثمرات ملک ارزانی داراد، به منهی و رحمتهی و حولهی و قوته. و
و قوت دست شما درد نکنه. علی بگو. این چیز سیستم اسپانسرگیریشون هم پیشرفت کرده بوده. اول یه مثلا یه پروپوزال درست کرده آفرین تایید کرده. زنده باد، زنده باد، دقیقاً